دو حمله جداگانه مقاومتگران در قلب شهر کابل، جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروح خبرها. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: این حمله آغاز عملیات های چریکی نیروهای ما برای دفاع از مردم در مقابل ظلم در فصل جدید است. زمان دیشب مکان مرکز تعلیمی پلچرخی کابل، پادگاه های قطعی خاص طالبان. تلفات دشمن زیاد است و این گونه حملات ادامه می‌یابد. قابل یادآوری است که تا اکنون این خبر از سوی منابع رسمی امارات اسلامی افغانستان در کابل تایید و یا رد نشده است. در همین باره جبهه آزادی افغانستان ابد ساعت قبل در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: سه کشته و زخمی طالبان در کابل. مبارزان جبهه آزادی افغانستان ساعت 6:10 شام امروز مورخ 10 حمل 1402 قماندانی امنیه کابل را با پرتاب نارنجک هدف قرار داده که در نتیجه دو طالب موظف در درب ورودی فرمانده های پلیس کشته و یک تن دیگر آنان زخمی شدند. تا کنون این خبر را نیز نیروهای امارت اسلامی افغانستان و یا سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهد تایید و یا رد نکرده است. بعد از سقوط نظام جمهوریت، جبهات مختلفی از همین گونه جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی در مقابل طالبان اعلام جنگ نمود. یک سال می شود که جبهه مقاومت ملی هر گونه تحرک نظامی و سیاسی در برابر طالبان انجام می دهد. از توجهات آن جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین.